قصه های تصویری از هزار و یک شب این داستان افسانه جزیره ای که نهنگ بود به روایت حسین فتاحی و تصویرگری فرهاد جمشیدی داستانی دیگر از قصه های شهرزاد برای شاه شهریار بهتون پیشنهاد میکنم که این داستانها رو به ترتیب بشنوید. پس اگه داستان قبل رو نشنیدید به کانال استوری تایمین فارسی برید و بعد از سابسکرایب کردن در پلی لیست داستان های 1001 شب داستانها رو به ترتیب دنبال کنید. بله اگر از قسمت قبل یادتون باشه شاه شهریار منتظر بود تا داستان بازرگانی به نام سندباد رو بشنوه ما هم منتظرش نمیذاریم و داستان جزیره ای که نهنگ بود رو با هم میشنویم روزی روزگاری بازرگانی بود که او را سندباد بحری صدا میکردند. کار او این بود که کالاهای مختلفی میخرید، سوار کشتی می شد و آنها را به سرزمین های دیگر می برد و در آنجا می فروخت. بعد کالاهای دیگری میخرید و به شهر خودش می در یکی از سفرها کشتی آنها به جزیره ای رسید. جزیره ای سرسبز و قشنگ که تا آن روز کسی مثل آن را ندیده بود. همه تاجرها خوشحال و خندان از کشتی پیاده شدند. بعضی ها رفتن دنبال گردش بعضی ها دنبال آماده کردن غذا بعضی ها هم لباس هایشان را شستند و روی شاخه درخت ها پهن کردند ناگهان فریاد ناخدای کشتی بلند شد که زود باشید سوار کشتی شوید اینجا جزیره نیست یک ماهی قول است که به خواب رفته و روی پشت آن درخت و سبز رویده حالا که روی پشتش آتش روشن کرده ایم بیدار شده و دارد حرکت می میکن... کند برود زیر آب ناخدا این را گفت و پرید داخل کشتی چند نفر دیگر هم که نزدیک بودند سوار کشتی شدند اما بیشتر مسافرها به کشتی نرسیدند همانطور که ناخدا گفته بود ماهی بزرگ حرکت کرد و رفت زیر آب و مسافرها را ریخت وسط دریا از جمله این مسافرها سندباد بود او روی آب دست و پا میزد و دنبال تخت پاره بود که خودش را با آن بند کند کمی جلوتر یک تنه درخت روی آب شناور بود سندباد خودش را با آن رساند سعی کرد به طرف کشتی شنا کند و خودش را با آن برساند و سوار شود اما ناخدا آنقدر ترسیده بود که بادبانها را کشید و کشتی را به سرعت از آنجا دور کرد سندباد ماند و همان تکه چوب چند روز روی دریا شنا کرد تا به جزیره ای رسید کنار ساحل شاخه درختی را گرفت و خودش را کشید بالا بعد روی جزیره راه افتاد چون هم گرسنه بود و هم تشنه کمی از میوه درخت ها خورد و چشمه آبی پیدا کرد و چند مشت آب به سر و صورتش زد کنار درخت نشست تا خستگی در کند ناگهان دید که چند سیاهی به طرف چشمه می آیند. خوب که نگاه کرد دید مردی است که چند اسب جلو انداخته و آنها را به طرف چشمه می آورد. اسب ها به کنار چشمه رسیدند و آب خوردند. مرد با دیدن سندباد گفت تو اینجا چه می توی این جزیره؟ سندباد قصه سفرش و غرق شدن آن جزیره را هم گفت. بعد پرسید شما اینجا چه می این اسب ها مالکی هستند؟ مرد گفت اسب ها مال سلطان است ما آنها را آورده ایم توی جزیره که چاق و سرحال شوند چند روز دیگر به شهر برمیگردیم تو هم با ما بیا چند روز که گذشت مرد سندباد را همراهی کرد و به شهر رفتند او سندباد را خدمت سلطان برد وقتی سلطان از ماجرای سندباد با خبر شد با تعجب گفت مگر می شود که یک نفر این همه ماجرا را پشت سر بگذارد و جان سالم به در ببرد یعنی تو همه این خطرها را پشت سر گذاشته یا حالا سالم در کنار مایی؟ سندباد خندید و گفت بله می بینید که سالم هستم سلطان پرسید آیا کاری بلد هستی؟ سندباد گفت من تاجرم و کارم تجارت و خرید و فروش کالاست نوشتن و خواندن هم می دانم. سلطان گفت اتفاقا ما دنبال کسی میگشتیم که خواندن و نوشتن بلد باشد. باید لب ساحل بروی و هر کشتی که در ساحل پهلو گرفت داخل آن بروی و اسم مسافرها و کالاهای کشتی را یادداشت کنی. می خواهم معلوم شود که چه کالاهایی به شهر ما می آورند و چه کسانی می آیند و می روند. به این ترتیب سندباد در آن شهر ماندگار شد. هر روز لب ساحل می رفت و هر کشتی که لنگر می داخل آن می رفت. از مسافرهایش سؤال می کرد و نام آنها را در دفتری می نوشت. سندباد دنبال دوستان تاجرش بود. منتظر همان کشتی بود که او را سوار کرده و با آن جزیره برده بود. او دلش برای شهر و دیارش تنگ شده بود. دلش برای زن و بچه هایش تنگ شده بود. روزها گذشت تا اینکه یک روز کشتی بزرگی به ساحل آمد سندباد رفت داخل کشتی و اسم مسافرها و کالاهای آنها را نوشت اتفاقا مقداری کالای تجاری بود که صاحب نداشت ناخدا گفت اینها مال تاجر بیچاره است که در دریا غرق شد حالا باید آنها را بفروشیم و پولش را به خانوادهش برسانیم سندباد پرسید صاحب این کالا مال کدام شهر بود؟ ناخدا گفت بغداد. سندباد پرسید اسم آن تاجر را به یاد داری؟ ناخدا گفت اسم او سندباد بهری بود. در این چند دقیقه که حرف می زدن، سندباد ناخدا را شناخته بود. این کشتی همان کشتی بود که او را به آن جزیره عجیب برده بود و بعد هم او را وسط دریا رها کرده و رفته بود. سندباد گفت ای ناخدا سندباد بحری منم مدت هاست که دنبال شما میگشتم. چه خوب شد که پیدایتان کردم ناخدا گفت عجب دنیایی شده کالای مفت دیده ای می میخواهی صاحب شوی سندباد گفت ای ناخدا مرا به یاد نمی آوری منم سندباد روی آن جزیره عجیب بودیم که فریاد زدی همه سوار شوید که جزیره دارد زیر آب می رود. یادت هست؟ شماها سوار شدید و ما به کشتی نرسیدیم ناخدا ساکت شد و سندباد همه آن ماجرا را مو به مو تعریف کرد اسم تاجرها را گفت و ماجراهای دیگری که در کشتی پیش آمده بود ناخدا فهمید که سندباد راست میگوید و صاحب کالاها خود اوست ناخدا گفت ما هم دنبال تو میگشتیم حالا که پیدایت کرده این بیا کالاهایت را تحویل بگیر سندباد خوشحال شد. کالاهای خودش را تحویل گرفت و آنها را به بازار برد و فروخت. بعد پیش سلطان رفت و ماجرا را برایش تعریف کرد. از او تشکر کرد و اجازه خواست تا به شهر و دیار خود برگردد. سلطان هم خوشحال شد و گفت: برو به سلامت. امیدوارم سالم به شهرت برسی و خانواده‌ات را ببینی. سندباد همراه بقیه مسافرها سوار کشتی شد. مدت ها روی دریا بود تا اینکه به بغداد رسید به خانه اش رفت خانواده اش از دیدن او تعجب کردند چون از دوستانش شنیده بودند که او در دریا غرق شده است اما حالا او را زنده می دیدند سندباد مدتی در شهر خود ماند و استراحت کرد کالاهایی که همراه داشت فروخت و به زندگی خود سر و سامانی داد و دوباره آماده سفر شد ممنون از اینکه با من و داستان های شهرزاد همراهید اینکه سفر بعدی سندباد کجاست و چه اتفاقی براش میفته چیزی هست که شهرزاد شب دیگه ای برامون تعریف خواهد کرد پس همینجا یادتون باشه که دکمه سابسکرایب رو بزنید و منتظر داستان بعدی باشید داستانهای ما رو میتونید از طریق پادکست ستوری تایم این فارسی هم بشنوید دوستان عزیزی که علاقه مندن داستانهای خودشون رو با ما به اشتراک بگذارند، هم از طریق صفحه فیسبوک ستوری تایم این فارسی و هم از طریق ایمیل میتونند با ما در ارتباط باشند. ایمیل ما storytimeinfarsi.gmail.com هست. تا روز دیگر و داستانی دیگر بدرود.